میخوایم بریم بیخ گوش خودمون دنبال شواهد معتبر از آب بگردیم. آب. ساده به نظر میرسه نه؟ چیزی که همیشه دور و برمونه، تو دریاها، رودخونه ها، حتی تو لیوانی که همین الان ممکنه دستت باشه. ولی آیا تا حالا به این فکر کردی که این مایع آبی و شگفت‌انگیز چطور به اینجا اومده؟ اصلا از کجا شروع شده؟ زمین همیشه قهرمان داستان سیاره‌ای پر از آب و زندگی، اما آیا واقعا این قهرمان تنها بازیگر صحنه است؟ اینجا تو همین منظومه شمسی خودمون جاهایی هست که شواهدی از آب پیدا شده، جاهایی که ممکنه کل تصور ما از زندگی و جهان رو تغییر بده. آب توی این دنیاها چه شکلیه؟ زیر پوستای یخی قایم شده، بخار شده یا تو فضا سرگردونه؟ این رازها تا حالا دست نیافتنی بودن، ولی الان با چشمهای جدیدمون، با ابزارهایی مثل تلسکوپ فضایی جیمز وب، داریم پرده از داستانهایی برمی‌داریم که کیهان هزاران سال مخفی نگه داشته بود. میخوای بدونی کجاها این رازها پیدا شده؟ همراه من باش. قراره به جاهایی بریم که هنوز حتی شاید اسمشون رو هم نشنیده باشی. آماده ای؟ لایک رو بزن و بریم. توی لحظه ای که جهان متولد شد، حدوداً 13.8 میلیارد سال پیش، وقتی یه انفجار بزرگ همه چیزو از هیچ به وجود آورد، خبری از آب نبود، نه دریا، نه رودخونه، حتی یه قطره بارون هم نبود. فقط ابرهایی از هیدروژن و هلیوم شناور بودند توی فضایی بی‌پایان. اما معجزه درست همینجا شروع شد. وقتی اولین ستاره ها روشن شدن، وقتی که دماها به میلیون ها درجه رسید، وقتی که گرانش همه چیز رو به هم فشرد، عناصر سنگین تر مثل اکسیژن شروع به شکل گیری کردن و بعد مثل یه رقص کیهانی هیدروژن و اکسیژن به هم برخورد کردن و برای اولین بار آب در کیهان به وجود اومد. آب یه ترکیب ساده از 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژنه، ولی این ترکیب ساده کلید شکل‌گیری سیاره ها، ستاره ها و حتی زندگیه. فکرشو بکن، تو اعماق این ابرهای کیهانی، توی سحابی هایی که هزاران سال نوری از ما فاصله دارن، مولکول های آب مثل دونه های طلا تو دل غبارهای کیهانی شکل میگیرن. ولی از کجا میان؟ چطور از دل سحابی ها به سیاره ها مثل زمین میرسن؟ حالا چجوری به زمین اومدن؟ جوابش توی همین دنباله‌دارها و سنگ‌های فضایی سرگردانه، مثل کامیون فضایی بودن که میلیاردها سال پیش مولکول‌های آب رو از دل کیهان برداشتن و آوردن به سیاره‌هایی مثل زمین. برخورد این دنباله‌دارها و سنگ‌های فضایی سرگردان همون اتفاقیه که اقیانوس‌های ما رو به وجود آورده و این فقط یه بخش کوچیک از داستانه. ولی جالبه بدونی که تلسکوپ فضایی جیمز وب اخیراً نشون داده که توی این گاز و غبارها آب نه تنها شکل میگیره، بلکه ممکنه با بادهای ستاره‌ای به هر گوشه‌ای از کیهان پخش بشه. تصور کن یه ستاره تازه متولد شده با دیسکی از گاز و غبار دورش. توی همین دیسک‌ها یا صفحه‌هاست که سیاره‌ها شکل میگیرن و توی همین صفحه‌های گاز و غباری مولکول‌های آب مثل یخ‌های ریز منجمد میشن و آماده میشن تا به یک سیاره برسن. حالا بعد از میلیاردها سال این آب، این مایع ساده و معجزه‌گر روی زمین جمع شده، ولی یک سوال بزرگتر: آیا این سفر فقط به زمین ختم میشه یا ممکنه جاهای دیگه توی همین منظومه خودمون داستان مشابهی داشته باشن؟ توی همین منظومه شمسی خودمون همین نزدیکی‌ها دنیاهایی هستن که سرنخ‌هایی از آب دارن. آماده باش که بریم یکی یکی اونها رو کشف بکنیم. اول از همه از مریخ شروع میکنیم. به نظرتون مریخ زمانی آب داشته؟ این سوالی بوده که مدت‌ها ذهن دانشمندان رو درگیر کرده و خب جواب‌ها هر روز دقیق‌تر و جذاب‌تر می‌شدن. آب همیشه یکی از بزرگترین معماهای مریخه. مریخ الان یک سیاره خشک و بی حیات به نظر میاد، اما شواهد زیادی هست که نشون میده شاید زمانی وضعیت متفاوت بوده. به طور مثال مریخ نوردها و مدارگردها به شواهدی رسیدن که نشون میده زمانی این سیاره پر از آب بوده و حتی در گذشته دریاچه ها و رودخانه هایی در سطحش جریان داشتن. یکی از مهمترین شواهد اینه که ما تونستیم در سطح مریخ دره ها و کانال هایی رو پیدا بکنیم که به نظر میرسه نتیجه جریان آب در گذشته باشن. حتی بعضی مناطق به شکل های خاصی به نظر میرسه که مثل دلتاهای رودخانه ای هستن، همونطور که در زمین میبینیم. این یعنی در گذشته مریخ میتونسته آب مایع داشته باشه. اما اینها فقط تصاویری بودن که مریخ نوردها مثل پرسیویرنس و کیوریاسیتی
از سطح مریخ فرستادن. حالا ممکنه بپرسید این شواهد چطور میتونن به ما کمک کنن تا بفهمیم مریخ زمانی آب داشته؟ خب اینجا جاییه که تحقیقات علمی و تحلیل‌های دقیق وارد بازی میشن. یکی از کشفیات جالب اینه که مدارگردها و مریخ نوردها نمونه هایی از سنگ ها و خاک هایی رو بررسی کردن که در گذشته در شرایط مرطوب و حتی احتمالاً در حضور آب مایع تشکیل شده بودن. یه مثال خیلی معروف اینه که ماده‌ای به نام فیلوسیلیکات پیدا شده که یکی از مواد معدنیه که در محیط‌های مرطوب به وجود میاد. اینکه چنین مواد معدنی در مریخ وجود دارن نشون میده که در گذشته مریخ شرایطی داشته که میتونسته آب مایع داشته باشه. جالبه که این مواد در مناطقی پیدا شدن که به نظر میرسه قبلاً دریاچه‌ها و رودخونه‌ها در اون جریان داشتن. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. مریخ نورد پرسویرنس همچنان در حال انجام آزمایش‌های پیشرفته روی خاک و سنگ‌های سطح مریخه و هدفش پیدا کردن شواهدی از وجود آب‌های زیرسطحیه. این آزمایش‌ها کمک می‌کنند تا دانشمندا بهتر بتونن بفهمن که آیا در گذشته آب مایع در مریخ وجود داشته یا نه. حالا سوالی که از شما می‌خوام بپرسم اینه: با توجه به اینکه مریخ در گذشته میتونست آب داشته باشه، به نظرتون آیا ممکنه اون زمان حیات حتی به شکل میکروبی هم وجود داشته باشه؟ منتظر نظراتتون هستم. اما اینکه مریخ بود، بریم سراغ سیارات و قمرهای دیگه. مریخ تنها سیاره‌ای نیست که شواهدی از آب داره. در واقع سیارات و قمرهای دیگه‌ای هم در منظومه شمسی هستن که ممکنه هنوز هم آب داشته باشن. پس بیایید بریم به سراغ دیگر نقاط منظومه شمسی و سرنخ‌های جدیدتر رو دنبال کنیم. خب حالا می‌خوایم بریم به سمت یه دنیای کاملاً متفاوت، دنیایی که شاید کمتر کسی به اون فکر کرده باشه، زحل و قمرهای عجیبش. این قمرها نه تنها چشم نواز و شگفت‌انگیزن، بلکه شاید به اندازه کافی رازآلود باشن که بتونن یه روز ما رو شگفت‌زده کنن. امروز می‌خوایم بیشتر درباره انسلادوس و تیتان صحبت کنیم. دوتا از این قمرهای شگفت‌انگیز که به شدت توجه دانشمندان رو به خودشون جلب کردن. اینجا با شواهد جدید و هیجان‌انگیز از جیمز وب وارد میشیم که دنیای جدیدی رو پیش روی ما باز کرده. بیایید با انسلادوس شروع کنیم. قمر یخی و پر از راز که ممکنه زیر سطحش یه دنیای آبی پنهان باشه. این قمر چیزی بیشتر از یه تیکه یخ توی فضاست. انسلادوس یکی از جالب‌ترین مکان‌هاییه که دانشمندا باور دارن ممکنه آب مایع داشته باشه. حالا چرا اینقدر هیجان انگیز شده؟ انسلادوس به عنوان یکی از قمرهای زحل فوران‌های جت از سطح خودش داره که در اونها مواد مختلف از جمله بخار آب و یخ به فضا پرتاب میشه. این فوران‌ها نه تنها نشون میدن که انسلادوس یه دنیای فعال و پویاست، بلکه یه سرنخ مهم هم از آب زیرسطحی این قمر به ما میدن. الان تلسکوپ فضایی جیمز وب با دقت بی‌نظیر این فوران‌های جت رو رصد کرده و جزئیات خیلی مهمی رو در مورد ترکیب گازها و بخارهایی که از سطح انسلادوس خارج میشن ثبت کرده. جیمز وب میتونه به طور دقیق گازهای موجود در این جت‌ها رو آنالیز کنه و دانشمندا تونستن ترکیبات عالی و بخار آب رو در این فوران‌ها شناسایی کنن. این نشونه‌ها خیلی مهمن، چون آب و ترکیبات عالی میتونن شواهدی از شرایط مناسب برای حیات رو فراهم کنن. شاید با خودتون بگید خب این آب چرا همچنان زیر سطحشه؟ جوابش خیلی ساده نیست. انسلادوس یه قمر یخیه، ولی این فوران‌ها و شواهد گازهای زیر سطحش نشون میده که احتمالاً در اعماق این قمر یه اقیانوس زیرسطحی از آب مایع وجود داره که با فشار زیاد و گرمای درونی به سمت سطح فوران میکنه. حتی این فرضیه وجود داره که گرما از هسته داخلی انسلادوس بر اثر تعاملات گرانشی با زحل و همینطور قمرهای دیگه باعث میشه که آب در زیر سطح انسلادوس به حالت مایع باقی بمونه، چیزی شبیه به یه اقیانوس یخی که ممکنه شرایط مناسب برای حیات میکروبی رو داشته باشه. اما فقط انسلادوس نیست که ما رو شگفت زده میکنه. حالا بیایید به سمت تایتن یا تیتان، قمر بزرگ و رازآلود زحل حرکت میکنیم. تایتن که همونطور که میدونید تنها قمر در منظومه شمسی که جو زخیمی داره، به شدت متراکم و پر از متانه. اما اینکه جو تیتان این حد سنگین و پر از گازهای هیدروکربنیه شاید یه نشونه از شبیه‌سازی شرایط اولیه زمین خودمون باشه. اما
جالبترین بخش دایتن اینه که در سطحش دریاچه ها و دریاهایی از متان مایع وجود داره، دقیقا مثل زمین که ما دریاچه های آب مایع داریم، تایتن هم دریاچه هایی از متان و اتان داره. اما آیا آب مایع هم میتونه در اعماق این قمر وجود داشته باشه؟ حالا با توجه به داده هایی که از تلسکوپ فضایی جیمز وب و دیگر مأموریت ها به دست اومده، دانشمندا به این نتیجه رسیدن که در اعماق تایتن ممکنه ترکیب هایی از آب و متان وجود داشته باشن که میتونن به شکل های مختلف تعامل داشته باشن. یعنی شاید آب مایع در زیر سطح تایتن وجود داشته باشه، ولی به دلیل دمای خیلی پایین این قمر احتمالاً به شکل ترکیبای هیدروکربنی در میاد. این ترکیبا میتونن در نوع خودشون جالب باشن، چون شاید در شرایطی مشابه زمین حتی حیات‌های میکروبی یا سیستم‌های شیمیایی جالبی در این محیط‌ها شکل گرفته باشن. اما زحل تنها سیاره‌ای نیست که ما به دنبال سرنخ‌های حیات توی قمرها و سیستمش می‌گردیم. در واقع منظومه شمسی پر از سیارات و قمرهایی که میتونن رازهای بیشتری از آب و حیات برای ما داشته باشن. بیایید بریم به سراغ اونها. وقتشه که به یکی از شگفت‌انگیزترین و مرموزترین قمرهای منظومه شمسی سر بزنیم. اروپا. این قمر یخی مشتری همیشه ذهن دانشمندان رو به خودش مشغول کرده، چون زیر لایه یخهای ضخیمش ممکنه یکی از بزرگترین رازهای کیهان پنهان شده باشه. محققها به شدت معتقدن که زیر این سطح یخزده یه اقیانوس نمکی زیرسطحی قرار داره. این اقیانوس ممکنه به شکلی کاملا مایع باشه و همه اینها به لطف گرمای جزرومدیه که مشتری به اروپا میفرسته. ممکنه همچنان این اقیانوس سالم مونده باشه. جزرومد که ناشی از کشش گرانشی بین مشتری و اروپا هست، باعث میشه که این آب در حالت مایع باقی بمونه و حتی ممکنه در لایه‌های بیرونی دریاچه ها یا بخش‌های آب مایع وجود داشته باشه. شاید تصور کنید که توی یه قمر یخی آب مایع نمیتونه وجود داشته باشه، اما در واقع همین گرمای ناشی از جزرومد از مشتری باعث شده که اروپا به یه دنیای مرموز و شگفت‌انگیز تبدیل بشه. اما این همه داستان نیست. تحقیقات جدیدتر از تلسکوپ فضایی هابل در سالهای 2014 و 2016 شواهدی از جت‌های آب از سطح اروپا پیدا کرده. این فوران‌های جت، گازها و بخارهایی هستند که از شکاف‌های سطحی اروپا به بیرون پرتاب میشن. ممکنه اینها به ما کمک کنند تا اطلاعات دقیقی از اقیانوس‌های زیرسطحی و حتی ترکیب‌های شیمیایی اونها به دست بیاریم. در واقع تلسکوپ فضایی جیمز وب که یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای فضایی جهان به حساب میاد، اخیراً کربن رو روی سطح اروپا پیدا کرده. این کشف برای اولین بار نشون میده که اروپا ممکنه منابعی از کربن داشته باشه که یکی از عناصر کلیدی برای شکل‌گیری حیات به حساب میاد. حالا که جیمز وب تونسته نشانه از کربن پیدا کنه، دانشمندان امیدوارن که مأموریت‌های بعدی مثل مأموریت کلیپر بتونه اطلاعات دقیق‌تری از این کربن‌ها و حتی آب‌های زیرسطحی جمع‌آوری کنه. حالا بیایید به یکی دیگه از مکان‌های عجیب و مرموز منظومه شمسی سر بزنیم. تریتون، قمر بزرگ و یخی نپتون. این قمر که در فاصله بسیار دور از خورشید قرار داره، با ویژگی‌های خاص خودش میتونه یکی از جذاب‌ترین اهداف برای کاوش‌های فضایی آینده باشه. اگر فکر میکنید که تریتون یه دنیای بی حرکت و سرده، باید بگم اشتباه میکنید. سطح یخزده این قمر به وضوح آثار فوران‌های فعال رو نشون میده. بله، درست شنیدید. فوران‌های جت فعال که از سطح تریتون فوران میکنن، گاز نیتروژن رو به فضا میفرستن و این پدیده تریتون رو به یکی از معدود دنیاهای فعال در حاشیه منظومه شمسی تبدیل کرده. این فوران‌ها به نوعی به آبفشان‌های یخی معروف شدن. نه تنها گاز نیتروژن رو به بیرون میزنن، بلکه نشون دهنده این هستن که در گذشته این قمر ممکنه نیروی از نوع جزرومدی رو تجربه کرده باشه. این نوع نیرو میتونه دلیل اصلی فرایندهای آبفشانی و شکافهای عمیق سطح تریتون باشه. جالبتر از همه اینه که محققها معتقدن که زیر سطح یخزده تریتون شاید یه اقیانوس زیرسطحی وجود داشته باشه. اما هنوز هیچ مدرک قطعی برای اثبات این موضوع وجود نداره، ولی قطعا برای محققها این احتمال که تریتون هم مثل اروپا و دیگر قمرهای یخی محیطی مناسب برای زندگی میکروبی داشته باشه یک موضوع جذاب و هیجان انگیزه. خب حالا که از تریتون و ویژگی‌های شگفت انگیز شنیدید، شاید دلتون بخواد بیشتر در مورد دیگر قمرها و سیارات عجیب منظومه شمسی بدونید. اگر بیشتر دوست داشتید درباره دنیا
بدونید حتما ویدیوهای دیگه کانال رو ببینید. این تنها آغاز یه سفر هیجان انگیز به دنیای ناشناخته است.